همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با رازهای مهمی که تنها دو نفر در تمام دنیا از آن اطلاع دارن صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا از این چند راز با خبر شید. 5 راز مهم و جالب وجود دارد که فقط دو نفر در جهان از آنها اطلاع دارند. در ادامه با این رازهای مهم آشنا خواهید شد. رازها فوق‌العاده‌اند زیرا فقط تعداد کمی از افراد از آنها با خبرند. برخی اسرار از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و بعضی دیگر به مرور زمان از بین می روند. رازهایی که می بینید رازهای جالبی هستند که در عین اینکه چندان حساسیت بالایی ندارند، اما در میان برخی ملیت‌ها دارای اهمیت هستند. برای همین مثل یک راز باقی می مانند. مورد اول، دستمال‌های شاهنشاهی. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما یک روش مخصوص برای تا کردن دستمال وجود دارد که کمتر کسی آن را بلد است. این تکنیک در زمان امپراتوری مجارستان اختراع و به سختی پنهان نگه داشته شد، به طوری که آن را توسط برخی خدمتگزاران شاهنشاهی به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردند. هر وقت که امپراتور غذا می خورد، خدمتگزاران دستمال ها را به این روش تا می کردند. این سنت امروز هنوز زنده است و فقط دو افسر وجود دارند که نگهبان این دانش منحصر به فرد هستند و مردم فقط هنگام ملاقات رؤسای جمهوری یا افراد سلطنتی از کشورهای دیگر شانس استفاده از این دستمال‌های شاهنشاهی را دارند. بریم سراغ مورد بعدی. نام برنده جایزه. مراسم اهدای جوایز اسکار یکی از معتبرترین و مهمترین رویدادهای سالانه است که اسامی برندگان آن تا آخرین لحظه مخفی نگه داشته می شود. کارشناسان و سازمان‌های مختلفی همه آرا را به صورت دستی پردازش می کنند و فقط دو نفر، برد اولتمنز و زیک روزاس، می دانند که چه کسانی برنده جایزه اسکار خواهند بود و البته این دو نفر هم به دلیل پردازش دستی آرا 48 ساعت قبل از شروع مراسم از برنده جوایز با خبر می شوند. بریم سراغ مورد سوم. زبان آیاپانکو. زبان آیاپانکو زبان باستانی مردم مکزیک بود قبل از اینکه زبان آنها به مکزیکی تغییر پیدا کند. پس از استعمار اسپانیا بر مکزیک این زبان منقرض شد و تمام تلاش‌ها برای آموزش آن به نسل‌های بعدی ناکام ماند. امروز تنها دو نفر در جهان باقی ماندند که به این زبان صحبت می‌کنند. مانوئل سگویا 75 ساله و ایزیدرو ولاسکز 69 ساله که در روستای آیاپا در ایالت جنوبی تبسکو در مکزیک زندگی می‌کنند. متخصصان سعی در جمع‌آوری و ثبت هرچه بیشتر حقایق در مورد این زبان دارند و آنها به ویژه به تاریخ و فرهنگ این زبان علاقه‌مند هستند، زیرا این زبان به زودی فقط روی کاغذ در دسترس خواهد بود. بریم سراغ مورد بعدی. معنای نمادهای گروه لدزپلین. گروه لدزپلین برای هر یک از اعضای گروهش یک نماد انتخاب کردند و این نمادها را در آلبوم چهارم خود قرار دادند که بعدها به یکی از محبوب‌ترین و افسانه ای ترین آلبوم های دنیا تبدیل شد. اکنون فقط دو نفر از اعضای این گروه معنی آن نمادها را می دانند و دو نفر دیگر معنی آنها را فراموش کردند. بریم سراغ مورد آخر. اثر برگلاس. این اثر مربوط به یک توهم باور نکردنی است که یک جادوگر قادر به یافتن کارت انتخابی در داخل کارتون کارت بدون دست زدن به آن است و فقط دو نفر قادرند که این ترفند را انجام دهند. امیدوارم اطلاعاتی که در این ویدیو در اختیارتون گذاشتیم براتون جالب بوده باشه. با ویدیوهای بعدی ما هم همراه ما باشید و ما رو سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.